داریم از زبان شما شنویم جواب سوال را ساده کرده به ما فهمونید. مردکی که پاشش را میتراشد گناهکار میشود یا نه؟ این ابله از کسی پاش را میتراشد؟ نخواه مرد پاش را تراشد. مرد مرد است. پاش تراشی، پاش چیندن چگونه ای که ما از حدیث پیغمبر خدا به شما رسانیده بودم که چهار طایفه را پیغمبر خدا لعنت کرده بود که یک تای همون که هست زنهایی که قاشهای خدا باریک میکنند و کسانی که با این قاش باریک کردن با متخصیص هست. از حساب همین قاش چیندن اونها پول میگیرند، مال میگیرند. دیگر زنهایی بودند که دندانهای خدا باریک میکردند. دیگر زنهایی بودند که چهره های خودشان در خال میگذاشتند. دیگر زنهایی بودند که مویهای علمه میکردند. پیغمبر خدا گفت که اینها در حسن خدا دادگی تغییر در آوردن، تغییرات در آوردن. این قسم شیطان بود که قسم به عظمتی تو ای خداوند، من در چهره این فرزند آدم تغییرات می دارم. همین گمان شیطان حق برآمد. امروز زنها را تماشا کنین، پاشها باریک کردگی هستند، مویهای علمه دارن، خالها می گذارن، دندانهای باریک دارن. اینها را پیغمبر خدا لعنت کرد. اگر مبادای مردهایی که امروز اگر این استفاده کنند، اینا هم در لعنت خداوند داخل می شود. بسیار ابلهی هست، بسیار شرمندگی هست. شما باور کنین، همون من بسیار اخبارات ها را نگاه می کنم و اخبارات بسیار توجه زیاد دارم. وقتی مردمی اسپانیا را تماشا کنین یا مردمی ایتالیا، در یک گوش مرد سه گوشوار دارد، سه گوشوار، یا در لبهاشون نگینه ها سخت کردگی هستند، در بینی هم نگینه سخت کردگی هستند. و دیگر تغییرات های همین مردها در آوردن، لیکن اونها از طایفه هستند که اونها را مردهای دیگر استفاده میکنند، اونها را مردهای دیگر استفاده میکنند.